به یاد سوارکار ماهر بالو، شهید قیام فرجاد درویشی. این منم، فرجاد درویشی، فوتبالیست و سوارکاری از روستای بالو در نزدیکی ارومیه. اول دهه 78 تو همین روستا به دنیا اومدم و تا سوم راهنمایی بیشتر درس نخوندم. خیلی وقتا سوارکاری میکردم. از دنیای اسب ها خوشم میومد. یعنی یه جورایی روح سرکش و اسیانی اسب با روحیه جنگی و نترس خودم سازگاری داشت. فوتبال ورزش مورد علاقه‌ام بود. آرزو داشتم تو این رشته به جایی برسم. یک بار دیگه فرجاد درویشی تو بسینا سلطانی میگیره. قشنگ جلو میاد. یک بازیکن جا میذاره. اینم دومیش و اینم گل دیگه از فرجاد درویشی. چه دروازه نجات آوری. اما با همه این علایق و دلبستگی‌ها، من نسبت به مسائل وطنم بی‌تفاوت نبودم. همون اولین روزی که خبر شهادت مظلومانه مهسا امینی رو شنیدم، به دوستم گفتم که نمیخوام فقط استوری بذارم. میخوام برم تو تظاهرات و اعتراض کنم. غروب روز 29 شهریور تو شهرک ولیعصر ارومیه تظاهرات رو شروع کردیم. مزدوران حکومتی به ما حمله کردن. دیدم دختری تنها گیر افتاده و مامورای سرکوبگر وحشیانه میزننش. وقتی برای کمک نزدیک شدم، با بیرحمی و از فاصله 3 متری با تفنگ ساچمه‌ای به سینه‌ام شلیک کردن. گلوله‌ها به قلب و ریه‌ام اصابت کرد و من افتادم. ساعت 9:30 شب 29 شهریور، من که به جرم گفتن مرگ بر دیکتاتور توسط مزدورای دیکتاتور زخمی شده بودم، تو بیمارستان در سن 24 سالگی پر کشیدم. روز بعد خانواده و دوستان با تلاش و ایستادگی در مقابل ماموران حکومتی موفق شدن جنازه منو از قاتلان بگیرن و به روستامون ببرن. اون روز تو بالو قیامتی برپا شده بود. کل جمعیت برای خاکسپاری هم اومده بودن و شعار می‌دادن. بله، من که آرزو داشتم پولدار بشم و به خانواده های فقیر تو روستامون کمک کنم و تو رشته فوتبالم به جایی برسم تا باعث افتخار روستامون بشم، اون روز به عنوان اولین شهید قیام تو روستامون به خاک سپرده شدم و همه اهالی بالو رو سربلند کردم. وقتی مراسم تموم شد، جوانای بالو به خونخواهی من به خیابون اومدن، اما مزدورای حکومتی از ترسشون به سمتشون شلیک کردن و عبدالله محمدپور 16 ساله گلوله خورد. دوست عزیزم دانش رهنما که با هم مثل برادر بودیم، هم وقتی برای کمک بهش رفت و گلوله زدن، اونم کشت. دو روز بعد عبدالله و دانش رو هم کنار من به خاک سپردن و حالا ما 3 نفر شدیم. 3 ستاره سرخ آزادی که نماد ایستادگی و مقاومت روستای بالو در ارومیه هستیم. اینم جوانا، دختر دوستم دانشه که با دوستش به همراه مادر بزرگش و مادر من اومدن کنار مزار ما 3 نفر و عهد بستن که جای ما رو پر کنن و نگذارن خون ما جوانا پایمال بشه. گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرندهی، پرواز رو علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان میچنید.